ادعای لط و کوب اعضای خانواده یکی از نظامیان پیشین از سوی طالبان در کاپیسا. همچنان خبر عاجل و فوری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفته است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به مهمترین خبرها از این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها. ادعای لط و کوب اعضای خانواده یکی از نظامیان پیشین از سوی طالبان در کاپیسا. 8 صبح کاپیسا. یک عضو نیروهای امنیتی پیشین در کاپیسا ادعا میکند که پدر کهنسال و برادر جوان شبانگام از سوی نیروهای طالبان در این ولایت مورد لط و کوب قرار گرفته اند. نظیر وهاب که یکی از نظامیان و سکرتر میرعیدر حفظلی عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین بود، در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که این رویداد نیمه های دوشنبه شب 22 حمل در روستای جامچی از مربوطات مرکز کاپیسا به وقوع پیوسته است. وهاب می افزاید که نیروهای طالبان شبانگام برای دومین بار به خاطر قتل او به منزلشان هجوم می آورند، اما وی در خانه حضور نداشته است. این نظامی پیشین تصریح میکند که پدر کهنسال و برادر جوانش را به دلیل عدم حضور او در خانه و دادن اسلحه مورد ضرب و شد قرار داده اند. وهاب اضافه میکند که با آن که این موضوع را با نهادهای استخباراتی طالبان در میان گذاشتند، اما هیچ گونه توجهی صورت نگرفته است. در همین حال کریم الله وسیق رئیس اطلاعات و فرهنگ کاپیسا از این موضوع ابراز بیخبری کرد. همچنان خبر عاجل و فوری. آزادسازی مناطق از تصرف طالبان در ولسوالی خوزها توسط نیروهای جبهه مقاومت ملی. با نقل از صفحه رسمی جبهه مقاومت ملی، با گزارش منابع محلی از ولسوالی خوزها، 8 قریه را از وجود طالبان پاکسازی کرده ایم. 2 شهید داده ایم. تلفات سنگین بر طالبان وارد کرده ایم. ما از هیچ نوع حرکت پاکشی نخواهیم کرد. ما به کمک الله جل جلاله دشمن قسم خورده افغانستان را از ولسوالی های سیگانه خوزها نابود میکنیم. خدا را شکر که هسپنشر اندرابها هم نیروهای کمکی میرسد. تعدادشان دیروز رسیدند. ما انشالله قوی تر از گذشته ایم. مواد ارتزاقی و مواد محاربوی هم نزد ما موجود است. تعداد سلاح و مهمات از دشمن نیز غنیمت گرفته ایم. از توجهتون تشکر. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید. تا درود دیگر، بدرود.